سلامتی. سلام علیکم، حالتون چطوره؟ امروز اومدیم آشپزخونه بنی که با هم یه چیز باحال درست کنیم که من با استخونشو دوست دارم. تو؟ منم بدون استخونشو. چی هست؟ وینگ یا بال مرغ؟ البته اونی که بهنام میخوره سینه مرغه، چون بال مرغ دوست نداره. من بولس میخورم مرغ. آره دیگه، خیلی زشت آشپز بال نخوره. میخوره وقتی مجبورشه میخوره. بله. خب بریم ببینیم مجید کیه. برگردیم. Si sa, noi del sud parliamo a voce alta. Si sa, noi del sud facciamo discussione imposta. Siamo allergici alle strisce, di restare in fila non ci riesce neanche ai funerali. Il rumore della festa! خب حالا که فهمیدید مجید کیه، من تنها تو میذارم با مجید. من به عنوان سوشف دستیار آشپز اینجا هستم که کمک کنم. برو مجید. یه لحظه ببخشید، سوشف چرا از تصویر رفت؟ راست میگه، علکی بود که کمک نکنه. بیا برو تو تصویر، ببین کمکش کنی. ببین منو تنها نذار، دستگیرم کردم، خواستم در برم. خب حالا این وسط مزد ها، ما یه سوشف دیگه هم داره برامون میادش، احساس میکنم. این هم آقا پسته است، امروز اومده کمک کنه. کمکش چیه؟ اینی که عشق بده به ما. آره؟ روحیه میده که غذا خوشمزه. دو بودو برو. امروز میخواییم بال مرغ درست کنیم با سه تا سس مختلف. سس همون یکیش بافالو وینگسه که معروفترین سسیه که توی نورت آمریکا میتونید پیدا بکنید، که سس تندیه، خیلی کرهیه، سس خوشمزهیه، چیزی که من از همه بیشتر خودم دوست دارم. و از اتاق فرمان به من گفتن که من یه دونه سوتی ریز دادم، اینکه من گفتم سس بافالو وینگز. این سس بافالوه که با وینگز خورده میشه. دو تا سس دیگه داریم، یکیش میخوایم باربیکیو درست کنیم. باربیکیومون یه ذره ایرانیزه کردیم که ذائقه ایرانی بیشتر بیاد. یه دونه باشه تو ایران. بله، مجید فارسی خیلی کم. آره خیلی کم. بعد یه دونه دیگه هم داریم، هانی گارلیک یا سیر و عسل، که اونم خیلی خوشمزه است. اون سس مورد علاقه مادر خانوممه، خیلی دوست داره. وقتی هم وینگزاشو میزنه آخرش با انگوش میخوره. بغلش هم میخوایم یه دونه سالاد کلم درست کنیم یا کورسلا، بازم ورژن خودمونه، هر کی هر جوری درست میکنه. بعضیا کشمش میریزن، بعضیا نمیریزن. ما میخوایم همونجوری درست کنیم که خودمون میخوریم. بافلو، باربیکیو و هانی گارلیک. البته که بهنام یه دونه ویدیو داره که سس تریاکی درست کرده، با اون سس تریاکی هم این عجیب فوق العاده میشه. حالا من نمیدونم ما زودتر از اون آپلود میشیم یا بعد از اون، ولی با هر وقت که اون اون تریاکی رو دیدید با اون سس هم خیلی خوشمزه میشه این نوع رسیپی از ما. کورسا رو درست میکنیم، میذاریم توی یخچال که مزه‌هاش با هم قاطیش. ما با کلم سفید شروع میکنیم. من کلممو نصف کردم الان که راحت‌تر بتونم برش بزنم. هر جوری که دوست دارید میتونید با رنده کنید. من دوست دارم با چاقو چیز کنم که مقدار بیشتر بیاد زیر دندون. البته سعی میکنم که تا اونجا که ممکنه نازک اینا رو خرد کنم. اینجا بهنام واسه داره شیطونی میکنه، یه کار کوچولو هم بهنام بدم. بهنام جان شما هویج رنده کن درشت با درشت اگه ممکنه. ما هم کلمو اونجا که میتونیم ریز خردش کنیم. این از کلم سفیدم. یه دونه هم کلم داریم، کلم قرمز، که اونو چون نمیخوایم زیاد رنگ غذامونو قرمز کنیم نصفه میریزیم رنگ سالادمونو. این انسجامش خیلی خوبه. بعد برشتم قطعا راحت تر. من این رطب کی کنم آقا بهنام؟ چرا مثالات هم فارسی خیلی کم شده؟ آره خیلی کم شده. اینم که می‌خواستیم زیاد نریزیم زیاد شد. دو تا پیاز قرمز متوسط هم داریم. این خیلی مزه کورسا رو به نظر من خوب می‌کنه. خیلی‌ها دوست ندارن بریزن، اونم باز داره ما دوست داریم می‌ریزیم.
سوال تخصصی بپرسم؟ بله. این بنفشه چرا بهش میگن پیاز قرمز؟ دیگه ما پرسپولیسی ها هر چی میگیم قرمز. بنفش میدونی که چیه؟ میگن آبی رو دیدی؟ قرمزش. قرمزش. موقع پیاز خرد کردن سعی کنید پایین رو نگاه نکنید اگر که چشاتون خیلی حساسه. بالا رو نگاه کنید. فقط مواظب انگشتاتون باشید. یه لبخند ریزی هم داره. الان منم دارم راست بخواهیم. اینم از پیازمون. این قشنگ خوش پیاز شد الان. البته اینا رو باز کنیم چون تو سالاد اینا خوب باز نمیشه. ما تختمون رو یه تمیز ریز کردیم. الان شکلی که در اومده از سالاد ما اینجوریه. تو این مرحله ما مایونز رو به این اضافه میکنیم. چقدر زیاد؟ زیاد. بعد اندازه ها رو بینی براتون ته ویدیو مینویسه. نه روی ویدیو یا روی ویدیو مینویسه. داستان اون میشه دیگه، یارو میره ته ویدیو میبینه که بعد نخودا رو از شب قبل میخوابونده. خب بس کلن هانی میگه که تنها چیزی رو که تو این دنیا نمیشه خورد آجره، اونم مایونز بزنی میشه خورد. بهش یه مقدار آب لیمو اول اضافه میکنیم، اندازه تقریبا دو قاشق چای خوری. بس بود بگو. بس بعد دوباره ادامه میدیم و تست کنیم چشیه. میدونی که تو آشپزخونه همه چی چشیه. خب بعد از این شکرمونو میخوایم، اونم اندازه. ببخشید ما هی بینیمونو میکشیم بالا چون ما جفتمون سرما خورده ایم. قرار بود این اپیزودو در واقع ما 5-6 روز قبل ضبط کنیم، منتها به خاطر وضعیت هوایی ما جفتمون سرما خوردیم و یه ذره به تاخیر افتاد. دیگه به بزرگی خودتون ببخشید. اشکال تا آخر ویدیو چشممون سر بزنه. آره. دو تا قاشق شکر اضافه می‌کنیم. دو قاشق. دو قاشق چای خوری. بس. یه ذره شبیه چای غذاخوری شده. آره. خب. بعد نمک فلفل رو دیگه تو باید بریزی. دو تا بشکون یا نیشگون. Two pinches. نمک رو بیشتر میخواستم بگم. من فکرم اول تو فلفل رو برمیداریم. میخواستم بگم دو تا بشکون فلفل، 5-6 تا نمک. 3-4 تا. حتی نمک هرچی کمتر بخورید بهتره. این شد 5 تا. دو تا هم از اون بیار. دوباره میریم توش. خب اونجا که من دیگه دستام سالادیه نمیتونم با دست کاری انجام بدم، بهنام بهتر یه قاشق بیاره و اینو یه تست کوچیک بکنه. چون میگم ما تو آشپزخونه تقریبا همه کارامون با دسته، برای همین من یه دور دور من چشمی بارم. تو برو بشو بیا. میرم بشونم بیا. صداش که خوبه. البته چیزی هم بگم، اینکه این سالادو من خودم وقتی که درست میکنم تو مغازمون توش منگو میریزم، منگویی که زیاد نرسیده. اگه تو دستتون بود حتما استفاده کنید، اونم خورد کنید مثل پیاز و بریزید تو این سالاد. و حتما اگه زمان دارید یک شب قبل این سالادو درست کنید، بذارید تو یخچال. اصلا مزهش کاملا متفاوته. خب بریزیم اینو، بذاریم تو یخچال تا بقیه کارا رو میکنیم. اینا مزهش بره تو هم. آها من اینم بگم، این نوت نو مرغ معمولا توی سرخ‌کن درست میشه. یعنی که بار مرغ رو توی رستوران‌ها یا بارا که میرید میخورید توی روغن سرخش کردن، ولی به خاطر اینکه یکم میخوایم به قولی سالم‌تر باشه ما اینو تو فر درست میکنیم امروز. البته ورژن با استخونشو، ورژن بی استخونشو که بهنام دوست داره مجبوریم توی روغن درست کنیم چون توی فر خیلی خوش میشه. اینم نکته‌ای بود که می‌خواستم بگم. خب آقا بینی فعلا ما رو تنها گذاشته. البته الان هم لازم نبود اینجا باشه چون کاری که می‌خوایم انجام بدیم واقعا به وجودش احتیاج نبود. البته وجودش همیشه احتیاجه چون آشپزخونه‌شه، ولی الان در حال حاضر چون کار خاصی نمی‌خوایم انجام بدیم، الان می‌خوایم به قولی اون آردیو درست کنیم که مرغامون قراره توش غلت بخورن و برن تو فر. برای این کار ما آرد لازم داریم به اندازه 2 کاپ یا 2 لیوان یا حدود 0.5 کیلو ما آرد لازم داریم.
چون که دو لیوان میخواییم به خاطر اینکه مرغامون باید غرق شن توی آرد. بعد دوباره مقداری فلفل سیاه میزنیم، این فقط برای اینکه طعم روی پوست مرغو بتونه عوض کنه. بعد نمک، اینجا نمک زیاد واقعا نمیزنیم. دوغ برای اینه که سینه مرغ وقتی که میخوام به قولی توی آرد بغلتونیم، چون من تخم مرغ استفاده نمی کنم برای این کار، میخوام این کار بکنیم آرد رو به خودش بگیره، بعد اون بافت پولکی که سینه مرغ یا چی میگن؟ مرغ سخاری داره، آره اونو به خودش داشته باشه، اون پولکیه رو. آخه نمیخواستم از اون مارک معروف اسم اون مارک معروف رو بیارم، چون اون مارک معروف معمولا پولکیه مرغاش. خب معلوم با سینه مرغا کار نداریم، بالای مرغو میندازیم داخل آرد. بعد دوباره همونجوری مثل سابق با دست میریم توش. باید انقدر اینا رو چیز کنیم که جایی ازشون خیس نمونه، در واقع جایی خیسی از بال مرغ نمونه و همه جاش آرد گرفته باشه. ماساژش هم میدیم، یعنی کلا ماساژ چیز خوبیه، خودم ماساژ دوست دارم، برای همین ترجیح میدم به مرغم هم ماساژ بدم. بعد یعنیم سینی فرو، چون که میخواییم تو فر نه گذاشتم کاغذ فر گذاشتم، کاغذ نه اینه رو میچینیم. نام ترکیب بال و کتفه، یعنی هم بالا هم پایین باله، چون بعضیا کتف دوست دارن بعضیا بال دوست دارن. بعد از این مرحله ما یه استراحت 30 تا 45 دقیقه‌ای به بال مرغامون میدیم تا اینکه آرد رطوبت داخل مرغ رو جذب کنه. بعد این کمک میکنه به اینکه مرغمون وقتی که تموم میشه از فر میاد بیرون، لایه رویش قشنگ ترد و خوشمزه بشه. الان میخوایم چیکار کنیم؟ الان میخوایم بریم توی درست کردن ورژن بی استخونش. برای این کار ما یه پلاستیک حتما لازم داریم، چون که میخوایم مرغو بکوبیم، یعنی مرغ باید بافت داخلی سینه مرغو طوری کنیم که سریع‌تر به سریع‌ترین نوع ممکن مواد اون بره داخلش و مزه‌دار بشه و ترد بشه. البته چیزی بگم، اینکه همیشه اگر این کارو باز وقت دارید قبلش انجام بدید، مرغو اگر این حالت که الان می‌خوام انجام بدیم درست بکنید، میتونید بذارید توی یخچال 3-4 ساعت بمونه، کفایت می‌کنه، بعد تردی و مزه‌اش خیلی بهتر میشه. ما برای این کار چی لازم داریم؟ دوباره یه دونه ظرف لازم داریم. من دوغ شیرین استفاده میکنم، ولی بهترین حالتش باتر میلک که من فکر نمیکنم که تو دسترس همه باشه باتر میلک. برای همین دوغ شیرین اگر نبود، ماست شیرین با مقداری شیر رقیقش کنید حالت دوغ، با آب نکنید این کارو، با حتما با شیر بکنید، چون چربی شیر رو لازم داریم. شما لطف کن اندازه یک پیمانه دوغ بریز. اینم برای این درست کنیم، چون ما نمیخوایم از تخم مرغ استفاده کنیم. اینو دوباره تکرار میکنم، چون با تخم مرغ هم بوی تخم مرغ میگیره مرغی که میخوایم سرخ بکنیم، هم که خب به هر حال اندازه این خوشمزه نمیشه. بعد سینه مرغ رو میذاریم داخل پلاستیک. بعد برای کوبیدنش یه چیزی شبیه باتوم، چماق، شیشه نوشابه. خوبه حالا کوچیکه، ولی همون هم خوبه. میکنم ببخشید که میخوام سر صدا درست کنم، ولی مجبورم. اونقدر نمیکنیم که گوشتتون بافتش از هم کامل جدا بشه و پاره بشه، اونقدر میکنیم که فقط به قولی گوشت مقداری له بشه داخلش و اینکه مواد زودتر نفوذ کنه داخلش. بعدش هم توجه کنی یه ور سینه همیشه کپلتر از یه ورشه، این ورش با اون ورش یکی بشه. دقیقاً نکته خوبیه گفت. بس این شیشه نوشابه خدمت شما. چاقو که همیشه باید تیز باشه. یه نکته، چون ما میخواییم این شبیه بال مرغمون بشه، برای همین اینو ما شبیه بال مرغ میبریمش اصلا، یعنی یه جوری میبریم که اون
حس بال مرغ رو به اون بده. اینو شما میتونید نازکتر ببرید، میتونید پهن‌تر ببرید، اون دیگه بستگی به میل و سلیقه شخصیتون داره. ما سعی میکنیم شبیه بال مرغ ببریم و اندازه های بال مرغ. تقریبا سایز چیکن ناگت هم بله. شما تو باتر چیکن هم فکر کنم همین قدی بریدی. بله. یه ذره مربع‌تر. آره، حالا این یه ذره مستطیل‌تر. چون گوشتمون پخ شده. یه مقداری از این دوغ رو به خاطر همون پولکایی که گفتیم می‌ریزیم توی آردمون. این کمک می‌کنه به همون ایجاد اون پولکا. بعد می‌ریم این دوستان رو همه رو غرق می‌کنیم در دوغ. با دست غیر مسلح کار کنید. چون که باعث میشه عشق وارد غذاتون بشه. کافی است؟ بله. نصف قاشق بود دیگه. اینم نصف قاشق. کافیه. پاپریکا رو میتونی بیشتر بریزی چون هم رنگش رو بهتر میکنه هم مزه‌اش. سپاس. و ادامه ماساژ. بعد نگاه کنید. به خاطر اون بافت له شده ادویه و دوغ نفوذ کرده به داخل مرغ. توی این مرحله مرغامونو چه قشنگ غرق شدن توی این ماده وارد آردا میکنیم. دوباره اینجا ماساژ. الان میخوایم به اون بافت خوشگله برسیم. ببینید پولک ها رو ببینید. اگر تخمق بزنیم این پولک ها ایجاد نخواهد شد. حالا تو سرخ شدن این پولک ها رو بیشتر میبینید. اینا هم همون استراحت چند دقیقه رو لازم دارن. حالا نه به اندازه بال مرغا، ولی یه چند دقیقه اگه استراحت کنن قطعا بهشون کمک میشه برای ترتر شدنشون. مرغامون تقریبا 45 دقیقه استراحت کردن. اگه ببینید یه آردامون حالت خشکی به خودشون گرفتن که این باعث میشه که قطعا مرغامون وقتی از فر میان بیرون ترد و خوشمزه بشن. اینا بره تو فر. میخواییم بریم سراغ سوس هامون. میخواییم بریم سراغ اولین سوسی که اسمش حداقل از همه گنده تره. میخواییم بریم سراغ سوس بافالو. خب ما برای بافالو چی لازم داریم؟ فقط دو تا ماده. کره زیاد، سوس تند، هر سوس تندی. ما اینجا این سوس تند رو پیدا کردیم، امتحانش هم کردم، خوب تند بود. پس میریم برای اینکه بافالومون رو درست کنیم. سوس تند رو اضافه میکنیم. زورم بیشتر پیچی بود داشتش اینجوری کار بافالو به همین سادگی بود که گفتم. کره، سس تند، تمام. به نظر من از سس تند فرانکس استفاده کنید، از همه خوشمزه تر و اورجینال تره اگر تو دسترستون هستش، ولی واقعا اون حرف نداره. ولی کره زیاد و دست کم نگیرید. تو ایران هست، من دیدم بعضی سوپرمارکت ها دیدم، ولی گلوریا نمیتونن استفاده کنن. گلوریا میتونن، غلظتش اندازه. آره سوسایی که مثل تاباسکو ترشه رو، چون تاباسکو تند هست ولی یه ترشی خاصی توش داره، یعنی از سرکه استفاده شده. اونا تاباسکوی سس فلفل تخمیریه، برای همین ترجیحاً فرانکس که بهنام گفت یا سس‌های تندی که فلفلشون بیشتر از اسیدی، یعنی به قولی اون ماده اسیدی که توشونه. این تموم شد. خب سس بعدی سس هانی گارلیک. ما الان کره رو آبهنام داره زحمت میکشه آب میکنه با دمای کم، طوری که زیاد کف نکنه کرمون، چون دمای زیاد نمیخوایم. بعد کلی سیر داریم، چون اسمش روشه دیگه، سس هانی و یعنی سس سیر و عسل. خیلی کم سس سیر و عسل، برای همین سس چیز زیاد لازم داریم. تقریبا اندازه یه کپه سیر. حالا بهنام یه چیز دیگه میگه، من میگم کپه. شما چی میگی؟ یه کونه سیر. ما میگیم کپه.
سیرا رو زیاد ریز نمی کنیم به خاطر اینکه سیرا باید قشنگ زیر دندون بیاد. کره آماده است. الان میریم برای اینکه سیرامون رو یه تفت ریز بدیم. سیرا رو زیاد نمیخوایم لهشون کنیم چون باید اون بافته خرچ خرچیشون زیر دندان باشه. یکم هم ببینید اینا رو ما درشت خورد کردیم چون این واقعا به نظر من باید به همین درشتی باشه برای این سس. سیرا داره با کره های یواش یواش یه رنگ خیلی کمی میگیره. میگم نباید بذارین زیاد سیراتون پخته بشه چون ما سیر له شده پخته نمیخوایم. همینقدر که یه ذره با هم دیگه آغشته بشن کافیه. توی مرحله عسل رو بهش اضافه میکنیم. فوت کوزه‌گری نداره؟ فوت کوزه‌گریش اینه چون که عسل خیلی شیرینه ما به خاطر اینکه این مزه رو کمی بالانسش کنیم بهش آب لیموی تازه اضافه میکنیم. برای همین لیمو داریم. اگه دقت کنید الان رنگ عسل و سیرمون داره به سمت عسل و سیر و کره داره به سمت کارامل میره. یعنی اینکه دیگه اون رنگ روشن اولش نیست. هی داره تیره تر میشه. حالا میریم سراغ سوسی که یه ذره از اونای دیگه کارش بیشتره ولی کاراییش هم بیشتره. یعنی شما هم برای این غذا میتونید استفادهش کنید. هم میتونید کف پیتزا بزنید. هم میتونید رو ساندویچ بریزید، هم میتونید روی سنگ بریزید. اینجای کار آب هم ما یه لایه شکر قهوه‌ای لازم داریم پایین قابلمه‌مون. این پخشش کن که زود چیز نشه. شروع که بکنه به حالت کاراملی شدن دو سه تا کار باید همزمان انجام بدیم. یکی اینکه پیاز داریم دوتا. اینا رو اصلا نمیخوادش خوردشون کنید نگینی یا هر مدل دیگه چون اینا قراره که با این دوستمون له بشن. این دوستمون رو هر کی باز یه چیزی میگه ما همون گوشکوب برقی میگیم که دوستان میگن شما چی میگید؟ بشن پوره بشن همینطوری میریم اینطور این هم میریم. دو تا هم سیر داشتیم اونا هم به همین صورت میریم این تو. یادتون باشه یه دونه هلم داریم یا داشتیم اینو نیش کنیم چون که مزهش رو فقط لازم داریم. اینو بعدا باید یادتون باشه در بیاریم مگه نه سوپتون رو خیلی ترک میکنه. یه مقدارم چیلی داریم. این چیلی ها رو باید خیلی مواظب باشیم. اینا خیلی تنده ولی بازم چون ما خودمون سس باربیکیو تون دوست داریم اینا رو هم میریم. موافقی؟ چشم. بعد برای مرحله به خاطر اینکه شکرمون نسوزه پیازامون نسوزه و نمیخوایم مثلا اینا بسوزن اینا فقط باید طعمشو بدن یه مقدار خیلی کم اندازه دو قاشق روغن اضافه میکنیم. تموم شد. کار اون با روغن تموم. اون دوستی که من این رسیپی رو ازش یاد گرفتم توی این رسیپی ویسکی میریخ به خاطر اینکه اون ویسکی یه طعم تلخی به سس میده. من چون که قطعا تو ایران ویسکی خوب تو دسترس نیستش فکر کردم که چی بریزیم که اون تلخی رو بده
اینا رو که ریختیم آخراش نزدیک شد بهتون میگم چی بریزیم که اون طعم تلخی رو بده صفا. این مرحله کلا رو باز میکنیم یا نوشابه مشکی. یه قلوب بده بخورم مطمئن شد. مطمئن شد خودشه. خودشه تا این خودشو با خودش صفا بده ما روبو اضافه میکنیم چون روبه نمیخواد سرخ شه. ما فقط روبو میخوایم به خاطر اینکه اون طعم گوجه فرنگی، البته کچاپ داریم ولی چون روب طعمش قوی تر روی گوجه فرنگی، ما فقط یه مقدار مزه گوجه فرنگی رو میخوایم داشته باشیم، روبو اضافه میکنیم بهش. ببین الان ما این تو شکر ریختیم، کوکاکولا ریختیم، این الان بمب قند شده به نظرم. یه ذره شیرین نیست به نظره باربیکیو باید نباید شیرین باشه. شیرین باید باشه ولی دیگه نه اینقدر شیرین. واسه همین این قدم بالزامیکو میریم یا هر سرکه دیگه. من بالزامیکو میریزم به خاطر رنگش، چون باربیکیو باید رنگش تیره باشه. اینو میذاریم یه ذره با خودش حال کنه، قول بزنه. تو این مدت که این داره قول میزنه ما شروع میکنیم. دو تا پرتقال بزرگ باشه خوبه، ولی ما پرتقال بزرگی نیاوردیم. مثلا این پرتقال نمیدونم الان فست پرتقال نیست یا چی، پرتقاله اینقدی گرفت، زیاد بزرگ نیست. آب پرتقال رو لازم داریم برای داخل سسمون. میتونید آب پرتقال با آب پرتقال گیری بگیرید بریزید. ما الان راحت تر برامون این بودش که با این دوست عزیز این کارو بکنیم. بوی پرتقالی داد. بنام یه دقیقه دیگه اون هله رو گم نکن درش بیار. خب توی مرحله پاپریکای دودی یا اسموک پاپریکا رو به این سسمون اضافه میکنیم. دیگه اینو با دست واقعا نمیشه ریختشون، همه دست هم چیز میگیره. اینو یه مقداری بیشتر میریزیم، تقریبا یک قاشق پر، نه دو قاشق پر چای خوری میریزیم. فلفل سیاه، بازم چند تا ویشگون نیشگون هرچی که دوستان میگن بهش اضافه میکنیم. سه، من چهار تا زدم، میخوای پنج تاش کنم. خب دیگه چی میخوای؟ دیگه شیش تاش کنم بشه شیش تایی پنجا و دو. آره کرد الان رفقای استقلالی فکر کنم ناراحت شن، عیب نداره. واسه اون چهار فیک شما چهار تا از این ریشکونا نمک میزنی. این سه، این هم چهار به خاطر اون چهار فیک شما. تمام. الان یه ذره بذار دو تا قول بزنه. نزدیک 35 دقیقه است که مرغامون توی فره، الان به این حالت در اومده، قشنگ کریسپی یا به قول بقیه یه سری از دوستامون کریپسی شده. فرو خاموش میکنیم. الان قشنگ پیازمون پخته، همه چی آماده است. پیاز کامل نپخته که له له بشه، ولی قشنگ اونجوری شده که ما بتونیم الان شروع کنیم برای میکس کردن یا پوره کردنش. برای همین قابلمه رو مقداری کج میکنیم. الان اون اسپرسویی که گفتم جایگزین ویسکی و به نام زحمتش کشید رو اضافه میکنیم و کچاپ. اینم از سس باربیکیومون. راضی بودی؟ عالیه. بریم که سرو کنیم مرغمون رو. بریزم اینجا. خیلی درست کردی. چندی؟
خوبه دیگه، 165 درجه است. سینای مقامون اندازه کافی استراحت کرده. اینا رو اگه ببینید قشنگ همون حالت خشکی که بالامون گرفت و گرفته به خاطر ترد شدن و کریپسی شدنشون. الان میریم برای سرخ کردن. حالا انقدر میگیم کریپسی، پس فردا برمیگردیم کانادا میریم میگیم یه ده Can I have a کریپسی چیکن؟ من مونده رو. این تو خیابون پیروز میگم حواس کریپسی چیکن کردم. نه یه اون قفلی قفل شده بودن. اون درسته. آره بیتنا خوبه. نمیفهمی مصطفی گشنشه. تقریبا کارمون تمومه. الان فقط میخوایم سرو کنیم. فقط من دو تا نکته بگم. یک، این سوسایی که ما درست کردیم سوسای مدت زمان کم بود. شما هر کدوم این سوسا رو زمان بیشتری برای طبخش بذارید قطعا بهتر میشه، مخصوصا باربیکیو. باربیکیوتون اگه بتونید 24 ساعت رو شعله کم بذارید خودش بپزه قل بزنه، هم موادش بهتر به خورده هم میره، هم مزهش بهتر میشه، هم رنگش. البته به گواه بچه ها اینا بد نشدن. نکته دوم این که برای تزیین روی مرغا، البته دو مدل خورده میشه، هر جور شما دوست دارید، یا میتونید مرغاتون رو بزنید داخل سس بخورید، یا میتونید مثل ما اونجوری که دوست داریم، مثل جایی که تو بارا یا رستوران سرو میشه، اینا رو غرق در سس بخورید که الان یکیشو نشون میدیم ببینید. من برای باربیکیو پیازچه دارم برای تزیین روش که به حلقه‌های کوچیک میبریم، اینو استفاده میکنیم. و برای هانی گارلیکمون کنجد داریم. هم قشنگ میشه، هم مزهش خوبه، هم جفتش خاصیت داره. بخورین لذت ببرید. اون یه دونه رو چیز کن دیگه. نه الان هانی گارلیک درست کنم اصلا. بس دوتا؟ آره. قرقابه سس. این سیرا، این سیرا، این سیرا خوردن داره. به به. آقا من تعامل ندارم دیگه. بودو. کوچک مومنتو. اینم از وینگسامون. یه نکته کوچولو دیگه بگم. هانی گارلیکو اگر دوست داشتید میتونید بعد از قلط دادن دوباره چند دقیقه بذارید تو فر. قشنگ روش کاراملی میشه، مزهش خیلی بهتر میشه. شما بخورید. اول سالادو تست کن. من از فیوریتم شروع میکنم که بافالو. سالاد عجب چیزی بود. هانی گارلیک. تو رو خدا وقتی وینگز میخورید مثل من بخورید. آقا من گشنه نمه. وایسه آبه ریزی میکنی چرا؟ علکی اینجوری نمیشه. وینگز رو بدون آبه جا اشکال نداره. من اومدم نه تو همیشه اشکال نداره بیاری وینگز فقط با آبه جا. آقا این نباید اینجوری خالی خالی نمیشه فیگه از این بره اجازه بده. باربیکیو چقدر خوشمزه. نمیشه شما بشین. بشین اینجا اومدم یه چیزی میبرم با خودم ولی گفتم که خالی خالی نزنیم. گرم نشه. بزنم اینجا. سلامتی. عجب چیزی. الان وقتشی که بگیم چی؟ سابسکرایب سابسکرایب لایک کامنت یادتون نره. برید خودتونم بوسید از کنار برید. این مال توه. شکرم. اون بچه مرد. بازم دم من گرم. هیچ کس به این بچه توجه نکرد. قبل اینکه خودم غذا بخورم به این بچه دادم غذا رو.
ایول. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه ما بودین. بای.